سلام دوستان وقتتون بخیر محدی هستم از سری جی توتوریال با یکی دیگه از قسمت های آموزش نرم افزار افتر افکت در کنارتونیم امروز قراره که با هم یاد بگیریم چطور میتونیم برای فایل های صوتی یک آدیو اسپکترام درست بکنیم خب شاید بخواید بدونید که اصلا آدیو اسپکترام چی هست یه شکله که متناسب با بالا پایین های صدای ما اون هم تغییر میکنه و جذابیت بصری فوق داره مطمئن باشید که اگر آهنگ سازید اگر که نوازنده اید اگر که تولید پادکست میکنید اگر که تولید ویدیو میکنید یا کلی کارهای دیگه حداقل یک بار هم که شده نیاز پیدا میکنید که یک آدیو اسپکتورام بسازید و بهتون بیشتر میکنم که همین الان بیاید به کمک هم دیگه یاد بگیریم که چطور میتونیم اون رو بسازیم چرا که ساختش واقعا راحت فقط کافیه که تو این ویدیو همراه من باشید پس بزن بریم خب دوستان همونطور که میبینید توی پنل پراجکت من یه دونه فایل موسیقی دارم که خب توی قسمت اطلاعاتی از اون رو میبینید مثل اسمش مدت زمانش این فایل موسیقی رو میگیرم و درگ میکنم روی آیکون کامپوزیشن پاین پنل پراجکت حالا همونطور که میبینید توی تایملاین من یه کامپوزیشن ایجاد شد دقیقا به اسم همون فایل موسیقی که داشتم و خود فایل موسیقی من اینجا توی تایم هم هست میام تو قسمت آودیو و وی فورم. تا بتونم وی فایل صوتی گداشم رو ببینم اینم از وی فرمش بذارید یکم روی تایملاینم زوم بکنم تا بهتر وی فورمش رو بتونم ببینم حالا بیاید یه بار رو هم یه گوش بدیم موسیقی هیجان انگیزیه بذار تایمش رو تنظیم بکنم میارمش اینجا نزدیک به ثانیه 14 دقیقا روی همین ضرب آهنگی که دارم من میخوام کاتش بکنم میام اینجا و ورک ایریامو تا همین اندازه تنظیم میکنم به نظرم الان تایمش هم تایم مناسبیه جایی هم که تموم شده جای مناسبیه حالا میخوام یه دونه لایه سالید ایجاد بکنم پس میام تو قسمت لایر نیو و سالی میتونستم از شورتکات کنترل وای هم استفاده بکنم اسم لایه سالیدم رو میذارم آودیو اسپکترام چرا که روی همین لایه دقیقا میخوام اسپکترامم رو ایجاد بکنم عبادش هم میذارم رو همین 1928 باشه و یه رنگی با همین کد رنگی اختصاص میدم بهش و حالا روی اوکی کلیک میکنم خب میبینید که لایه سالید من ساخته شد حالا بذارید بیام توی قسمت Choose Grid و حالت تایتل and Action Safe رو روشن بکنم. این به علاوه ای که اینجا می‌بینید، دقیقا مرکز صفحه من هستش من میخوام براش ماسک توی مرکز درست بکنم پس لایه‌ام رو انتخاب می‌کنم، ابزار الیپس Tool رو ور میدارم میام روی مرکز کلیک میکنم با با درگ کردن و نگه داشتن کنترل شیفت میتونم یه دایره درست بکنم حواستون باشه که حتما لایتون رو انتخاب بکنید و بعد دایرتون رو رسم بکنید تا یک ماسک ایجاد بکنید اگر که لایتون رو انتخاب نکنید و ابزار الیپس تول رو وردارید و بدون انتخاب لایه دایرتون رو رسم بکنید برای شما یک شیپ لیر درست میکنه اما خب من اینجا دلم میخواد که یه دونه ماسک داشته باشم پس لایم رو انتخاب میکنم حالا ببینید که اینجا ماسک من توی تایملاین وزیر لایه آدیو اسپکترام ایجاد شده حالتش شروع نان قرار میدم بعدا دلیلش رو متوجه میشید حالا حالت تایتل ان اکشن سیف رو خاموش میکنم کافیه که بیایم توی قسمت افکت ان و کلمه آمدیو رو سرچ بکنیم میبینید که اولین گزینه که اینجا ظاهر شد آدیو ان اسپکترام یک فیلتری از یا یک افکتی از خود افکت پیش افتر افکتی که برای اون اسپکترام درست میکنه میگیرمش و درگش میکنم روی لایه خب میبینید که یه سری نقطه اینجا برای من توی صفحه ایجاد کرده که در همون اسپکترام منه و توی پنل افکت کنترل هم کلی تنظیمات و ویژگی ها داره که میتونیم باش اسپکتروم خودمون رو شخصی سازی بکنیم در این قسمت بالا نوشته آدیو لیر که دوتا منو جلوشه من این منوی اول رو باز میکنم و شماره دو یعنی فایل موسیقی که داشتم رو انتخاب میکنم میبینید که اسمش دقیقا با اسم لایه موسیقی من یکیه پس اون رو انتخاب میکنم دیدید که این نقطه ها روی صفحه کم تغییر شکل دارن و اسپکتروم من شکل گرفت بار دیگه با هم گوش بدیم به نظر عالیه میبینید که الان به همین راحتی و به همین سرعت تونستیم برای فایل صوتی که داشتیم یک اسپکترام درست بکنیم اما خب دست نگه هنوز کلی مونده تا بتونیم اسپکترام خودمون رو شخصی سازی بکنیم و اون دیزاین و طراحی که دلمون میخواد براش ایجاد بکنیم توی این قسمت نوشته پت و جلوش یه منوه که اگر که منو رو باز بکنیم میبینیم که ماسک وان برای من نوشته شده مسک همون ماسکیه که برای لایه آدیو اسپکترام درست کردیم ماسک دایره شکلمون حالا اگر که از این منو گزینه ماسک وان رو انتخاب بکنیم میبینید که به راحتی تونست آدیو اسپکترام رو, رو روی اون ماسک من اعمال بکنه من اینجا از ماسک دایره استفاده کردم شما میتونید از ماسک و هر شکلی که دلتون میخواد استفاده بکنید نظر اون جذاب تر شده حالا بذارید کم بیشتر به تنظیمات این افکت بپردازیم دو تا گزینه اینجا داریم start frequency and end frequency که فرکانس شروع و پایان اسپکترام من رو تنظیم میکنه end frequency به شکل پیش فرض تنظیم شده من مقدارش عوض میکنم و میذارم روی حالت 200 همطور که میبینید شکل اسپکترام من تغییر کرد و همچنین طول لاین ها و خط های اون هم کمی بیشتر شد چرا که الان فرکانس پایانی اسپکترام من رو تنظیم کردم اصرار پیدا هم همینطور میتونید تغییرش بدید به طور مثال از حالت 20 من روی حالت 100 تنظیمش میکنم و میبینید که تغییر شکل به نظرم 20 مقدار مناسبه مقدار پیشورز خودش گزینه بعدی فرکانسی بنز که تعداد این لاین ها و قطع های اسپکترام من رو مشخص میکنه به طور مثال من 64 رو پاک میکنم و روی 5 میذارم میبینید که 1 2 3 4 و پنج لاین دارم حالا مقدارش رو بیشتر میکنم به طور مثال میذارم 100 میبینید که حالا 100 تا لاین دارم و جذابیت بیشتری داره حالا میخوام بتونید که خیلی جذاب یاد بدم بیاید مقدارش رو از 100 بیشتر بکنیم خیلی بیشتر به طور مثال حدود 600 700 یا حتی بیشتر هم میتونید بکنید حالا میبینید که اسپکترام من از حالت خاص به حالت یه سطح توپور تبدیل شده بیاد با پخشش بکنیم پس اگر که خواستید اسپکترامتون از حالت خط و خطهای جدا اصلا به یه سطح توبر تبدیل بشه کافیه که تعداد این خطها رو بیشتر بکنید به همین راحتی خب من اینجا میذارم مقدارش رو مقدار هزار یعنی مقدار خیلی بیشتر میبینید که کماکان سطحه حالا دوست دارم که مقدارش رو همون حالت پیشورز خودش یعنی مقدار صد باقی بمونه این حالت خطیش حفظ بشه گزه بعدی گزینه ماکسیموم هایت که خب مشخص دیگه از اسمش هم پیداست ارتفاع این لاین های اسپکترام من رو تنظیم میکنه به نظر مقداری که الان تنظیم شده مقدار 330 مقدار مناسبیه گزینه بعدی تیکنس همونطور که از اسمش پیداست زخامت لاین های اسپکترام من رو تغییر میده به طور مثال من از 3 پیکسل روی 7 تغییرش میدم میبینید که زخامتش بیشتر شد خب دکتر ای که اصله که برای تمام این گزینه ها در این کنارشون یه دونه حالت فلش وجود داره اگر که این فلش رو بزنید میبینید که یه اسلایدر برای شما ظاهر میشه برای تغییر مقدار این کمیت ها میتونید از طریق این اسلایدر هم استفاده کنید و یا اینکه اگر نخواستید از اسلایدر استفاده کنید روی عدد که جلوش کلیک بکنید و عدد مورد نظر خودتون رو تایپ بکنید میرسیم به دوتا تا گزینه بعدی این سایت کالر Color. میبینید که جلوش دو تا استاب کالر قرار گرفته و دوتا تا کالر پیکر بذارید ببینید دقیقا این رنگا رنگای چه بخشی از اسپکتروم من هستن روی استاپ این سایت کالر کلیک میکنم و کد رنگی که دلم میخواد و بهش اعمال میکنم شما میتونید از کد رنگ مورد نظر خودتون استفاده بکنید ولی خب من اینجا تشخیص دارم که از این کد رنگ استفاده کنم بهتر باشه بذارید کم زوم بکنم دیدید که با تغییر مقدار رنگ اینساید کالر رنگ داخل لاین های من تغییر کرده به عبارت دیگه میتونم بگم که اینساید کالر رنگ فیل داخل این خطای های اسپکترام منه فکر کنم که میتونید حد بزنید که آوتساید کالر رنگ کجا رو تغییر میده به طور مثال من آوتساید کالرم رو هم یکم تغییر میدم و کد رنگ مورد نظر خودم رو وارد میکنم میبینید که آوتساید کالر هم رنگ ناحیه اطراف یا به عبارت دیگه استروک لاین های اسپکترام من رو داره تغییر میده بیاید یک بار با هم دیگه پخشش بکنیم هیجان انگیزه اما هنوز صوم نشده خب یه گزینه خیلی جذاب اینجا وجود داره گزینه هیو اینترپولیشن اگر که مقدار این گذر تغییر بدیم اتفاق خیلی جذابی میفته همونطور که میبینید الان رنگ تمام اسپکترا من از رنگ این سایت کالر و آوت سایت کالر که بهش داره پیروی میکنه اما حالا اگر که مقدار هیو رو تغییر بدم میبینید که به زیبایی رنگ اسپکترام من داره بخش مختلف تغییر میکنه و عوض میشه و خب به نظر اینطوری خیلی جذاب تره برای تغییرش میتونید از این آیکون دایره شکل استفاده بکنید و یا اینکه روی کادر عددیش کلیک بکنید و یه عددی رو وارد کنید به طور مثال من سال 27 رو وارد میکنم حالا بذار یک بار دیگه با هم پخشش بکنیم بهتون گفتم اینطوری به نظرم جذاب تره حالا اینجا گزنه داینامیک یو فاز رو اگر که تیکش رو غیر فعال بکنم ببینید چه اتفاقی میفته اگر که پخشش بکنم میبینید که رنگ ها در طول اسپکترام هم در طول پخش شدن ثابته اما اگر که این گزینه رو فعال بکنم و حالا پخشش بکنم اوپس، اوز میخوام مثل اینکه فعال نشده بود حالا پرالش میکنه و دوباره پخشش میکنه میبینید که حالا رنگ ها در طول اسپکترام من در ته پخش شدن داره تغییر میکنه و به نظر اینطوری هجرنگیز تره حالا بذارید به گزنهای دیگه بپردازیم گزینه دیسپلی آپشن و ساید آپشن دیسپلی آپشن جلوش منه اگر که بازش بکنم سه تا حالت داره حالت دیجیتال که به شکل پیشورز انتخاب شده آنالوگ لاین و آنالوگ داتس در از فرم اسپکترام من رو تعیین میکنه که خب این فرمی که الان دارید میبینید حالت دیجیتال هستش همین خطایی که کنار هم قرار گرفته حالا میتونم حالتش رو به حالت آنالوگ لاین تغییر بدم و یه لاین آنالوگ به من داده و حالت آخرش هم حالت آنالوگ داتس که سری نقطه به من داده شما میتونی از هر کدوم که دلتون میخواد استفاده بکنید به نظر من حالت دیجیتال الان بهتره گزینه بعدی گزنه سایت آپشن هست که دقیقا جلوش با زبره منوه واسه اینکه ببینیم چی کار میکنه قبلش بذارید بیام ماسک یکم انتخاب بکنم تا این خط رو ببینید خط ماسکم رو اگر که نمیدید کافیه که بیاد روی آیکون تاگل ماسکن شیپ پس ویزیبل کلیک بکنید تا براتون ظاهر بشه حالا من اون رو, رو روی ساید A قرار میدم ماسکم رو انتخاب میکنم همونطور که میبینید توی نواحی داخل دایره من و ماسک من ایجاد شده ساید B رو انتخاب میکنم میبینید که روی نواحی بیرونی مسک من و دایره من ایجاد شده و اگر که ساید A و B رو انتخاب بکنم میبینه که هر دو طرف ایجاد شده در است به کمک این گزینه میتونیم تشخیص بدیم و تعیین بکنیم که اسپکترام من روی یک کدوم از طرفها یا هر دو طرف لاین یا پتی که بهش معرفی کردیم اعمال بشه گزینه بعدی گزینه کامپوزیت اگر اگر که فعالش بکنیم میبینید که روی همون لایه سالیدی که داشتم ایجاد شده در اون بگراند مشکی حذف شد و رنگ همون لایه سالیدی که به لایم داده بودم رو دارم میبینم الان اگر که بگراند خاصی رو برای اسپکترامتون در نظر دارید میتونید از این گزینه استفاده بکنید میبینید که بغل تمام این گزینه آیکون وجود داره و به کمک استاب ها میتونیم کی فریم بدیم و اسپکتراممون رو در طی اجرا شدنش یه سری تغییرات روش اعمال بکنیم به کمک کی فریم ها حالا وقتش که به کمک خلاقیتمون فرم و شکل اسپکتراممون رو تغییر بدیم به طور مثال من اینجا لایه رو انتخاب میکنم میام به منو ادیتس و گزینه دابلیکیت رو انتخاب میکنم میتونست از شورتکات کنترل دی هم استفاده کنم. حالا لایه انتخاب شده رو سلکت میکنم توی پنل تایم لاین و میرم به قسمت ترانسفورمش مقدار اسکیل رو کمی کاهش میدم میبینید که حالا یه دونه اسپکترام کوچولو هم برای من اینجا ظاهر شد اما خب کادر اطرافش دقیقا همون بگراند سالیدی که گفتم هم داره دیده میشه و باعث شده که اون اسپکترام لایه بزرگتر هم نسبه دیده بشه کافیه که بیاید توی قسمت ایفکس اند گزنه ان کنترل و گزینه کامپوزیت آن اورجینال رو غیرفعال فعال بکنید حالا میبینید که بهتر دیده شد خب حالا من اسکیلشو رو کمی تغییر میدم و بزرگترش میکنم به طور مثال به 65 تنظیمش میکنم حتی بزرگترم به نظرم میتونه باشه هلوش هفتاد به نظرم الان جالب تره حالا دوباره برگردم به پنل افکسن کنترل و مقدار ماکس هایت این اسپکترام داخلی و کوچیکترم رو تغییر میدم یادتون نره که الان دارم توی پنل افکسن افکس کنترل اسپکترام داخلی یعنی اسپکترامی که کپی گرفتم کار میکنه و تنظیمات اینجا فقط روی اسپکترام داخلی اون اسپکترامی که کپی گرفتم اعمال میشه به نظرم الان مقدار ماکسیم های مناسبه دیسپلی آپشنش رو رو حالت آنالوگ لاین قرار میدم و ساید آپشن رو روی ساید A تنظیم میکنم دیگه به بقیه تنظیماتش دست نمیزنه بیاد به هم دیگه یک بار ببینیمش عالیه به نظر شکل گهجن انگیزی داره دوباره لاین رو انتخاب میکنم و مجدد میخوام از درش دابلیکیت بگیرم پس میام به پنل ادیت و دابلیکیت رو انتخاب میکنم حالا این بار این لایه رو انتخاب میکنم و میام توی قسمت ایپکس کنترل. الان دقیقا اومدم توی قسمت ایپکس کنترل لایه جدید یا لایه سومم توی قسمت پت حالت ماسک رو روی رو رو حالت نان تنظیم میکنم میبینید که یک خط برای من اینجا ایجاد کرد و بذارید با هم دیگه ببینیم میبینید که الان اسپکترام من داره روی رو حالت این خط اعمال میشه به کمک این دو تا هندلی که اینجا قرار گرفتیم میتونم نقطه ابتدا و انتهای خطم رو تنظیم بکنم به طور مثال من میگیرمش و با کلیک و درگ میارمش جلوتر میخوام داخل اسپکترام دومم همین اسپکترامی که روی حالت آنالوگ لاین تنظیم شده قرار بگیره و دیسپلی آپشنش هم روی حالت دیجیتال قرار میدم و ساید آپشن هم روی ساید A و B تغییراتش رو دارید میبینید به نظر هیجان انگیزه مقدار ماکسیموم هیتش هم روی 500 تنظیم میکنم بیاد یک بار رو با همگه پلیش بکنم به پایان این آموزش رسیدیم امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و بتونید ازش استفاده بکنید و روی فایل صوتیتون و یا حتی ویدیوهاتون اسپکترام های جذابی درست بکنید یادتون نره که به کمک خلاقیت که دارید میتونید اسپکترام های خیلی متفاوتی درست بکنید فقط کافیه که ازشون دابلیکت بگیرید و تنظیمات افکس کنترل لایه کپی گرفته شده رو تغییر بدید و لایه کپی گرفته شده رو در کنار هم بچینید و یه اسپکترام خیلی خلاقانه درست بکنید اگر که از این ویدیو لذت بردید یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید نظراتتون رو زیر همین پست برای ما کامنت بذارید و چنل ما رو دنبال بکنید تا ویدیوهای دیگه از سری جی توتوریال خدا نگهدار